شریف وطن‌دوست در آرزوی رفتن در تلویزیون‌های آلمان برای اجرای برنامه کمدی و یا ساختن نانوایی خودش در این کشور است. او که در کشور خودش به عنوان یک هزاره مورد تبعیض قرار می‌گرفت و حتی نتوانست پاسپورت بگیرد. اینکه ما برنامه برای کمک به فقرا و کمک خیرین در داخل هم دارد. سلام بر شما بنده و شنونده سنترال افغانستان هستین. 29 مارچ و 9 حمل 1401 هجری شمسی است. در ماهای گذشته هزاران نفر از شهروندان کشور مجبور شدند که کشور و خانه آبایشان را ترک کرده و به دیار مهاجرت پناه ببرند. به تازگی گفتگوی با شریف وطن‌دوست داشتیم، کمدینی که به تازگی در آلمان رسیده است، ولی روایت خروج او از افغانستان نیز دردناک است. هرچند که خیلی ها شرایط بدتر از وطن‌دوست را تجربه کردند، ولی این کمدین افغانستان چالش های خودش را داشته است. زمانی که آلمانی ها پرونده وطن‌دوست را پذیرفتند، از وی خواسته بود پاسپورت های خود و فرزندانش را روان کند. وطن‌دوست با وجودی که چندین ماه بود دنبال پاسپورت می دوید، اما موفق نشده بود پاسپورت بگیرد. با اصرار آلمانی ها باز هم چانس خودش را آزمایش کرد. او بارها به میدان وردگ رفت، ولی همیشه جواب رد می گرفت. برای هزارها در میدان وردگ گفته می شد بروید از فرمانده علی پور پاسپورت بگیرید. یک شوخی بکنیم، مهدی صاحب که برای ما بام و سرای یکی هسته. در کابل هم خوب بود، در اینجا هم خوب میگذاره. آلمان خوب است، چون به خاطر که اینجا امنیت هست دیگه احساس خطر نمی کنیم. در افغانستان که بودیم مرد لازش احساس خطر جانی می کردیم. حتی شب که به خانه دیر می بودیم فامیل نگران می شد. با یک بچه کلانم که بود در یک جای کار می کرد. تا این در خانه می آمد ما بسیار نگران بودیم. اینجا خوب است، اصلا ما احساس خوشی می کنیم و تشکری می کنیم از کشور آلمان. احساس انسان دوستی، بشر دوستی دارن. کسایی که جانشان در خطر بودن از افغانستان خارج کردن، از اینا قلباً سپاسگزاری میکنیم. واقعاً یک مردم انسان دوست، بشر دوست هستن و انسانیت احترام میگذارن. از اینا قلباً سپاسگزاری میکنیم. نداشتیم به خاطر که ریاست پاسپورت فساد اداری بسیار زیاد بود. در کابل مریض هم داشتیم، مسئولای مریض هم ساعت 4 بجه صبح پیش ریاست پاسپورت رفتیم، مریض خودم بردیم، برای ما پاسپورت ندادن. چون در ریاست پاسپورت کمیشن کارا بودن، از هر پاسپورت 8-7 تل کسا برای ما پیدا شد، گفتن 8 دلار بیتی ما برای پاسپورت میگیریم. ما گفتیم ما 8 افغانی نداریم که 8 دلار میگیریم. چون بازی هم میگو بریم دولت در میدان وردک، میدان وردک هم اونجا هم همین قسم رشوتخوری بود. هر پاسپورت 20,000 افغانی میگرفت. ما تلاش کردیم پاسپورت بگیریم، پاسپورت گرفته نتونستیم. بعد از مشکلات های خود با وزارت خارجه یا کشور آلمان شریک کردیم که ما مشکل داریم، ما هزاره هستیم، ما رو پاسپورت نمیته، دیگه پول میخوایم، ما پول امکانات نداریم. در میدان وردک ما رو میگه برید از عبدالغنی علی پور پاسپورت بگیرید. ما این مشکلات ها رو داریم. باز مشکلات های خود با اینا شریک کردیم، باز ما رو از طریق هم تذکره برقی انتقال دادیم. این مسئله که به برخی از باشندگان بیسود گفته بودن از فرمانده علی پور پاسپورت بگیرید حرف تازه‌ای نیست. بارها بسیاری از باشندگان بیسود و میدان وردک که هزاره بودند چون این حرف را شنیده بودند و روایت‌هایشان را نیز در رسانه‌های اجتماعی بازتاب داده بودند. این اصطلاح را البته برخی اعضای حکومت غنی نیز به کار می‌گرفتند و این یعنی تبعیض قومی که از گذشته‌ها تا حال علیه هزاره‌ها وجود دارد. فساد شاید به اندازه یا شیوه حکومتداری غنی نباشد، اما هنوز واسطه بازی، رشوت ستانی، کمیشن کاری و حتی درخواست جنسی از زنان برای گرفتن نوبت پاسپورت در تمام ولایت‌های افغانستان وجود دارد. دلیل برکناری حقانی از ریاست پاسپورت نیز همین مورد ها گفته شده بود. مسئله ای که باعث شد خیلی ها نتوانند با وجود داشتن قبولی از کشور پاسپورت گرفته و از افغانستان خارج شوند. در هر صورت شریف وطن‌دوست با وجود نداشتن پاسپورت از مرز پاکستان به کمک جرمنی ها گذشت و به اسلام آباد رفت و در نهایت به آلمان رسیده است. از شریف وطن‌دوست پرسیدیم اکنون آلمان چیگونه برش میگذرد و در کدام شهر است. والا برای ما از روزی که در خاک آلمان شدیم بله خوش میگذرم، بخاطر که بسیار سهولت ها هست، آرامش روحی داریم. خوب است، ما در یک ایالت به نام زاکسن هست
اینجا زندگی میکنیم. شهرش شهرش بلانکنبورگ نام دارد. در اینجا هستیم، ما را در یک بلاک آوردن، یک سه واحد داده برای ما اینجا، اتاق ببخشیم اتاق داده، دیگه تمام امکانات های ما مهیا است. در کمپ های اینا فرق میکنه، سهولت بسیار زیاد است، امکانات بسیار زیاد است. کمپ های آلمان با دیگه کمپ های کشورها بسیار فرق میکنه. اینجا همون شبی که ما را انتخاب دادن در کمپ بودن، تمام چیز مهیا بود، از امکانات تمام گرفته و مواد غذایی و لباس و همه چیزش مهیا بود برای ما. در اتاق ما پیشکایی آماده کرده بود. اما بسیار به یک وجه خوب آمدیم آلمان. تازه وارد ها در هر کشور معمولا مشکل زبان دارد، اما زبان تنها مشکل آنها نیست، بلگاه طعم غذا، فرهنگ مردمی آن دیار، آب و هوا و وفق دادن خود با این محیط کار سختی است. در شهری که اکنون شریف و تندوس زندگی می کند، گاه پیدا کردن نان حلال و بعدش غذایی که با ذائقه آنان همسان باشد کار سختی است، و خصوص برای خانواده ای که تازه به آنجا رفته و با کسی آشنا نیست و زبان هم بلد نمی باشد. برای همین گاهی به فکر تبدیل کردن شهر است و به جای می خواهد برود که بتواند حداقل آشنایی پیدا کند و یا کسانی باشد که به زبانشان تکلم نماید. وطن دوست در افغانستان چالش های سخت اقتصادی داشته است، ولی با این وجود فرزندانش را به کورس ها، مکاتب و دانشگاه ها فرستاد و اکنون از برکت خودگذریش پسرش انگلیسی می داند و تا حدی می تواند برایشان سهولت ایجاد کند. ما فعلا اینیم یکانه نگرانی ما یک کم رینیم مشکل زبان است، به خاطر که نو آمدیم تا نوز با زبان آلمانی آشنا نشدیم، کورس های ما شروع نشده که ما را درس زبان آلمانی بتر. دینیمی قسمت یک کم مشکل داریم که انشاءالله تلاش میکنیم کورس های شروع شده با زبان با فرهنگ آلمان آشنا شدیم. ما هم مشکل خود تا یک حد را حل میکنیم، فرض خدا یک بچه هست با زبان آلمانی آشنایت نداره، با زبان انگلیسی آشنایت داره، باز با زبان انگلیسی ما مشکل خود را رفع میکنیم. در این شاریم که ما هستیم، ترجمان ما یا مرانمای ما که مسئولیت یا فامیل ما رو داره افغانی نیست، یک عرب است، او میایه باز او یکم انگلیسی میفهمم، بچه خودش صحبت میکنه، مشکلات های خود حل میکنیم. باز دیگه کسی که با اونا میه، باز بچه با مصطفی که عرب است انگلیسی صحبت میکنه، باز او به زبان آلمانی با اونا ترجمه میکنه. در اینجا بسیار مشکل است. من دیمین مشکل برخوردیم تا به امسایه مغربا که از اونا پسان کردیم که اینجا گوشت حلال گوشت جا پیدا بشه، بازمی فروشگاه های ترکار برای ما رانمایی کردن. در این شهر که ما هستیم هم فروشگاه ترکا هم بسیار کم است و تا نوز ما گوشت مشت چرا تهیه نکردیم، به خاطر که یقین ما ثابت نیست که حلال از حرام است، به او خاطر ما نگرفتیم. دیگه زیاد تلاش میکنیم که نان حلال را پیدا بکنیم، اما در داخل شهرهای بزرگ افغانا خیلی هایشان هستن گوشتارگاه دارن، گوشت حلال دارن، مثلا مواد غذایی دارن، همه چیز دارن. و ما هم اینجا در این شهر کستیم، یکانه نگرانی ما همیست با اون نماینده که سرپرستی همی فامیل ما را در حکومت آلمان به دوشان مانده، با اونو صحبت کردیم و این مشکلات های خود شریک کردیم. در این شهر که ما زندگی میکنیم مثلا مسجد نیست، غذاهای حلال ما مسلمان هستیم، غذاهای حلال لازم داریم. در اینجا برای ما بسیار زندگی کردن مشکل است. و دیگر دوستان شریک کردیم، گفتیم ما در جای باشیم که ما را چون نو آمدیم در فرهنگ آلمان آشنا شدیم، یک راهنما باشه ما را در قسمت پیدا کردن نان حلال مثلا گوشت حلال دیگه غذاهایش راهنمایی بکنه. این مشکلات را با اینا شریک کردیم، امیدوار هستیم که ما را از اینجا انتقال بدن به یک شهری که زیادتر همتبای ما هست، اونجا مسلمان ها زیاد زندگی میکنن، مسجد است، جای فرهنگی است، اونجا تلاش میکنیم که خود پس دوباره انتخاب بتیم. کار جریان داره دیگه، امید به خدا. هر مهاجری به فکر کار کردن در کشوری که قبول شده است باید باشد. مثلا وطن دوست در آلمان رفته و همیشه قرار نیست که دولت آلمان آنان را سپورت مالی کند، باید خودش کار کند و حتی باید مالی نیز به دولت پرداخت نماید. وطن دوست آرزو دارد کارهای هنری و کمدیش را ادامه دهد و همچنان در افغانستان کارهای نانبایی کرده و پلان دومش نیز
ساختن نانوایی در یک شهرهای آلمان است. یعنی در اول ادامه کارهای هنری و در صورت نتیجه ندادن ایجاد یک نانوایی به کمک برخی دوستانش در آلمان. والا امی کار کمیتی هم در اینجا میگه یک شغل خوب است، نان و حال خوبی هم داره، میتونم که زندگی خود با فامیل خود بچرخونم. بعد از اگر در این رشته ها موفق نشم چون این مشکل است، زمان کار داره نتونم، و باز به مقابل بچه ها که اگر انتقاد که من میکردم بالای کسی، باز من شاگرد نانبایی میگفت و شغل نانبایی رو میاد دارم. اینجا با دوستا صحبت کردیم، انشالله اگر بخواییم که برای زندگی فامیل خود کار بکنم، کارهای فرهنگی یا کارهای کمک رسانی را پایان میتونم که پایان نمیتونم شد ادامه میتونم، و کارهای هنری خودم ادامه میتونم. اگر به مشکل برخوردم، آخرین تصمیم منی نانبایی است که در اینجا انشالله میگم نانبایی هم خوب رونق کاربر داره. میخواییم که از اون طرف برای خانواده خود یک لقمه حلال پیدا. شریف وطن‌دوست همچنان تلاش دارد تا به کمک برخی دوستانش در آلمان و کشورهای دیگه اروپایی که از گذشته با آنان در ارتباط بوده است، کارهای خیریه‌اش را در افغانستان نیز ادامه دهد. او میگوید که برای ماه مبارک رمضان نیز به کمک برخی دوستان زمینه کمک کردن به چند فامیل را در افغانستان فراهم کرده است، تا از طریق برخی دوستانش که قبلا با وی در کابل در این بخش کار میکردند، این کمک ها را به مستحقین آن برساند. تشکر شما دوستان عزیز که با ما همراه بودین، و ما هم پیامی به همه شما وطنداران گرامی داریم که در کشورهای مختلف مهاجر شدین. لطفاً تلاش کنید که برای خودتان کار خلق کنید، تلاش بکنید که با فرهنگ مردم آنجا آشنا شوین، با آن احترام بگذارید، زیاد به فکر به اصطلاح ما و شما فرهنگ افغانستانی تا نباشین. خیلی در آنجا هستین، خوب است که شما فرهنگ خودتان را حفظ کنید، ولی قبل از اینکه به فکر فرهنگ خودتان باشین، به فکر فرهنگ مردم آنجا باشید. اگر شما بخواید با استایل و رفتار و اخلاقی که در افغانستان داشتین، مثلا در مونیخ یا هامبورگ یا یک شهر دیگه آلمان یا یک کشور دیگه راه بروید، از یک سو قطعا تلاشی بسیار زیاد خواهد چنده، هر جا سر شما مشکوک خواهد شد، دومن مردم هم شما را خواهد گفت چقدر آدم های عجیب هستند و قطعا از شما و مردم شما و کشور شما متنفر می شوند. از توجه و همراهیتون جان سپاس. برای وطن دوست گرامی هم آرزوی سلامتی داریم. خدا نگهدار.